سلام و خیلی ارادت خدمت شما همراهان ابزارمه توی ویدیو قصد معرفی فرز مینیاتوری باس رو دارم همونطور که مشاهده میکنید یک تنوع بسیار زیادی از سریح ها رو این مجموعه داره خود دستگاه رو مشاهده میکنید که حالا همونطور که میبینین دیمر دستگاه هستش که برای کنترل سرعت گردش استفاده میشه و کلید خاموش روشن کردن دستگاه هم انتهای قسمت زیرین دستگاهی که کار خاموشوشن رو انجام میده و سری دستگاه هم به این صورت هستش که حالا میتونید روش شلنگ خورتومی هم استفاده کنید شلنگ خورتومی هم زمانی استفاده میشه شما بخواین کاری رو خیلی دقیق انجام بدین به صورت خودکار میتونید دستتون بگیرید و عملیات حالا اون سایش و باربرداری رو خیلی راحت تر انجام بدی برای بستنش هم به این صورت هستش که این قسمت باز میشه اون قسمت کولت این قسمت داخلی شلنگ خرتومی رو میبینید یه قطعی داره یه سیم فلزی داره این داخل این قرار میگیره و روی این بسته میشه و بعد از استفاده این سری انتهایی این شلنگ خرتومی تقریبا کار اون سریع رو انجام میده و برای سرعت کارتون میتونید ازش استفاده کنید یک سری سری های همراش هستش که با هم دیگه بررسیشون میکنیم تقریبا یک رنج کاملی از قطعاتی که برای فریز مینیاتوری میتونید استفاده کنید و این مجموعه داره اول این به این دوتا آچاری که همراش هستش این آچار برای زمانی هستش که شما بخواین حالا من روی این شرنگ خورتومی می کنم که متوجه بشید ببینید یک آچار علمانن داره که حالا اگه بتونم تو ویدیو نشون بدم این قسمت سوراخ سری خورتومی که مشاهده میکنین این میره این تو قرار میگیره برای قفل کردن اینا به این صورت این برای قفل کردن این پایه هستش و اینو شما میتونید خیلی راحت باز و بسته کنید این قسمتش رو و زمانی که بخواید سفت کنید پایه ای رو روش محکم کنید از این آچار استفاده میشه این آچار هم برای همین هستش که این قسمت قرار میگیره کار بازو بسته کردن رو انجام میده روی خود فرز مینیاتوری دیگه به این آچار علمانن نیاز, نیاز نیست خودش قفل کن داره برای این کار و شما فقط با استفاده از این آچار آچار البته این رو بازو بسته میکنید به این صورت باز میکنید و حالا هر ای که بخواید یا خود این پایه شلنگ خورتومی رو روی این قرار میدید و محکم میکنید به این صورت هستش دو تا پایه سنباده داره به صورت لاستیکی هستن همونطور که میبینید این برای استفاده از این پایه های سنباده هستش چند تا براتون از اینها گذاشته به این صورتی که روش قرار میگیره میبینید یه مقداری راحت رفت آمد میکنه با استفاده از این پیچی که این بالا هستش زمانی که این سنباده قرار میگیره اونجا این پیچی که محکم کنید این باز میشه و این عملا محکم فیکس سر جاش میمونه یه تعدادی سایز کوچیک داره و سایز بزرگش هم از طریق این پای استفاده میشه که روی فریت میاتور میبندید و کار سایش رو براتون انجام میده حالا اینا سنباده هاش بودن در کنارش س... پایه های الماسه هستش که برای حالا سایش روی فلزات میتونید استفاده کنید ترهای مختلفی داره اصوانه ای داره حالت مخروطی داره برای زمانی که میخواد یه مقداری مثل گل پیچ رو در بیارین سه تا پایه فرچ سیمی داره برای حالا مصارف مختلفی که نیاز دارید میتونید ازش استفاده کنین مثل همین فرچه های سیمی پلاستیکیش هم هستش که سختی کمتری داره که مثلا روی کار ظریف میخواین استفاده کنید ممکنه قسمت فرچه های سیمیش آسیب بزنه از فرچه های پلاستیکی هم میتونید استفاده کنید یه سری هم الماسه این قسمت داره که حالا با های مختلفیه برای کارهایی که حالا ممکنه نیاز داشته باشید میتونید ازش استفاده کنید تو این قسمت هم حالا من چند مدل خاص بیارم سریهایی هایی داره که برای باربرداری ازش استفاده میکنن مثلا خیلی ریز شما میخواین حکاکی کنین یا باربرداری خیلی کوچیک کنید از این ردیف میتونید استفاده کنید که طرح مختلفی داره حالا اسوانه ای داره مخروطی داره حالا من اینا نزدیک میارم که بتونم تو ویدیو به شما نشون بدم اسوانه این, این مخروطیه و یک سری مته هم داره که میتونید کارهای سوراخ کاری کردن رو استفاده کنید این متا پایه هاشون سایزشون متفاوته که با استفاده از این کولت هایی که این قسمت قرار داده حالا بسته به سایز اون مته این که میبینید بزرگترینشه روی خود دستگاه بسته میشه و کار سوراخکاری هم میتونید باش انجام بدید پس علاوه بر اینکه خود دستگاه کولت روش داره چهار تا کولت با سایز های مختلف هم همراش هستش که برای مصارف مختلفی توی استفاده کنید دو تا پایه پیچی داره که به این صورت تا داره که حالا یدکی هم داشته باشه اینا برای پایه های پولیش هستن این صفحاتی که اینجا میبینید این صفحات پولیش هستن که جنس تقریبا اسفنجی دارن و برای پولیش کاری استفاده میشه کاربردش هم کارش هم به این صورتی که این سوراخی که هستش این پیچ میره داخلش و محکم میشه با گردش هم این محکمتر میشه یعنی محکم میمونه کار پولیش کردن و براق کردن کاراتون رو میتونید روش انجام بدید دو تا سایز بزرگ و کوچیک هم داره که بهتون نشون دادم یه پایه حالا کروی و مخروطی هم داره که برای جایی که داخل مثلا یه استوانی سوراخی هستن که بخوام پولیش کنید از این پایه هم میتونید استفاده کنید دو تا پایه پیچی هم داره به این صورت این برای استفاده از صفحات مختلفه مثلا این یکی از صفحاتی هستش که صفحه الماس است و روی این بسته میشه چون اینا خیلی کاربردی چند چند تا از اینا براتون گذاشته یه صفحات فیبری هم هستش که مثل صفحه برشهای های آهن که رو مینی فرزا بسته میشه ولی این روی فرز مینیاتوری بسته میشه بستنش هم به این صورتی که این پیچ باز میشه بینید دو تا واشر هم داره که روی صفحه میتونین قرار بدین حالا من یه دونش رو میبندم که بهتون نشون بدم چطوریه صفحات فیبری برای برش آهن استفاده میشه و فوق العاده کاربردی شما بخواید برش های خیلی ظریف و کوچیکی بزنید با استفاده از این صفحه ها میتونید انجام بدید حالا یه پایه بود که من بستم و کار برش رو انجام میده میرسیم به این شیشتا ظرفی که اینجا هستش ببینید اینا همه صفحات سنباده هستن کوچیک همه تک سایزه یعنی سایز کوچیکه که برای سنباده کاری یه خیلی سنباده داخلشه که فکر کنم تا مدتها کار سنباده کاریتون رو این ساپورت میکنه اصلا نیازی ندارید که دیگه تهیه کنید چون این یکی از مصرفی ترین صفحاتی هستش که تو فرز مینیاتوری شما میتونید استفاده کنید صفحه سنباده هستش همینطور که ببینید روی همین پایه بسته میشه حالا یه پایه دیگه هم داره روی این بسته میشه و کار سنباده کاری رو براتون انجام میده این روغن البته ماده پولیش هستش که داخلش هستش که با استفاده از پولیش رو برای شفاف کردن و پولیش کاری از استفاده میکنن دو تا دیگه هم به همین صورت این هم مایه پولیشه ولی این پایه که میبینین پایه های صفات فیبری و سنباده ای هستن که دو طرفش هم مثل سنباده است و رو همون پایه ها بسته میشه و میتونید استفاده کنید تقریبا میتونم بگم یکی از کامل ترین سری ها یعنی ابزارالاتی که واسه فرز مینیاتوری هست رو این مجموعه داره یه سنگ الماس داره که برای تیز کردن یا برای سایش و حالا کارهای مختلفی که دارید مثلا میخواید تمیز کاری کنید با استفاده از این سنگ هم استفاده میشه در کل یه جعبه من رو ببندم یه جعبه خیلی با کیفیت هم داره که قشنگ کار نظمدهی به کارتون رو انجام میده و نمیذاره که این قطعات گم بشن یه کیف خیلی با کیفیت پلاستیکی داره حالا من چون ویدیو میخواستم طولانی بشه درشو کامل نبستم و این مشکلات پیش میاد حالا شما کامل ببندید اطلاعات دقیقتر و همراه نحوه سفارش‌گذاری رو براتون زیر پست نوشتم این مسئول میتونید داخل وبسایت ما با آدرس ابزار شاپ هم ثبت سفارش کنید خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید